دو تا سوال کوچولو داشتم، یک کامل تمام بشه. حالا سوال اول اینه که برداشت من از صحبت‌های شما اینه که، یعنی منم با این موافقم ولی نظر قطعیتون رو میخوام بدونم، این جنگ غزه و اسرائیل به نفع انقلاب رهایی بخش مردم ایرانه؟ یعنی باور من اینه که بعد از اینکه به هر صورت این حل بشه، این انقلاب رهایی بخش مدام ما یک گام به جلو خواهد رفت، یعنی سیستم در واقع به نوعی باخته به نظر من. دوم سوال هم، شما فرمودید مردم بر علیه دولت خواه، مثلا مردم اسرائیل به نوعی نتانیاهو رو زیر بکشن، مردم امریکا به اقدامات دولت امریکا اعتراض کنن، مردم ایران هم که تکلیفش مشخص اعتراض میکنن. اما سوال من اینه که مردم غزه چطور کنن؟ یعنی چطور به اصطلاح حماس و بعد حماس رو، چون به هر حال احتمالاً این تندروها بازم اونجا حضور خواهند داشت همچنان که قبل. این دو تا سوال کوچیک. اما نظرم اینه که ما در جامعه شناسی یه بحثی داریم برای حل مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی باشه. میگه که سه تا راه حل بیشتر نداریم، یعنی چهارمی مفروض نیست در جامعه شناسی. راه اول راه زوره، یعنی مثلا فرض کنید مسائل خانوادگی، قومی، بین دو تا ملت، بین دو تا کشور با زور باید حل بشه. یه نفر قدرتمنده در 50-60 سال گذشته نشون داده هیچ زوری موفق نشد، حالا هم به امریکا، به عراق، از ویتنام بگیر تا جاهای مختلف. راه حل دوم که معمولا در سیاست بیشتر استفاده میشه دیپلماسی معامله است، که میدونیم در پشت صحنه کسافت کاری های انجام میشه، روی صحنه یه لبخند های اتفاق میفته، ولی مسئله مثلا مردم حل نمیشه. منظور از ممکنه مسئله سیاسی این حزب با اون حزب حل بشه، از این انتخابات با اون انتخابات برن یه کارایی بکنه. اما راه حل سوم، من سخنرانی قبلی شما رو شنیده بودم، برداشتم این بود که شما بیشتر روی این به اصطلاح اعتقاد دارید، وفاق روی ارزش‌های عام بشریه، حالا انسان، انسان‌گرایی، بشریت، هر چی بگید. اینم احتمال میدم که 120 سال گذشته خیلی روش کار شده، ولی عملاً اینم برداشت‌های متناقضی ازش هست و چپ، راست، میانه رو، مذهبی، غیر مذهبی، تفسیرهای خاص خودشون از این داشتن و امیدی هم به نظر میرسه نمیرسه. میخوام بگم راه حل شما عملی راه حل تئوری مشخصه که بیایم روی ارزش‌های عام وفاق کنیم، بنابراین انسان‌ها برابری بخوان، حالا حقوق بشر باشه، حقوق بشر اسلامی باشه، حقوق بشر فلان باشه، هر کس با روایت خودش باشه، سوسیالیسم تقلبی باشه، علمی باشه، اون یکی باشه، این یکی باشه. برداشت خود شما برای من مهمه که اینجا باید چی کار کرد، اون شاخصهای عملی شما برای این چی؟ سپاسگزارم. ممنون از شما، بفرمایید. یکی اینکه گفته جنگ غزه به نفع انقلاب مردم، نتیجه اجتماعی سیاسیش اینه، ولی به این معنی نیست که به صورت ما از این جنگ استقبال میکنیم چون به نفع انقلاب مردمه، این که روشنه. ولی اتفاقی گفته بودی جنگ جهانی اول به انقلاب اکتبر کمک کرد، ولی به این معنی نیست که انقلاب اون روسیه میگفتن خدا کنه جنگ بشه که ما اینو بزنیم بکنیم. ولی عملا وقتی جنگ شد یه حزب هوشیار سر حالی مثل حزب بولشویک تونست تزاریسم رو بزنه، یه تاریخ فئودالیسم عجیب غریب روسیه رو تموم کنه. و بعدش چی شد؟ بحثو نمیخوام به اونجا بریم، یه بحث دیگه است. من در حال میخوام بگم که جنگ یه جایی به انقلاب منجر، خیلی جاها جنگ به انقلاب منجر شده. و این ممکنه تو به اصطلاح، من امیدوارم این جنگم حالا نه به انقلاب ولی به آگاهی، به اجماع عمومی بر سر مسئله فلسطین. ببینید این جنگ با هر چیزی تعیین روشن شروع شد، مسئله فلسطین و رومیز الان تو رسانه‌ها، از رسانه‌های پرو اسرائیلی بگیرید تا پرو اسلامی دارن سر راه حل از نظر سیاسی چه کار کنیم، بعد از این جنگ چی میشه، سر اینا صحبت میکنن و این یه جنبه مثبتشه. در مورد ایران بسیار فراتر از اینه، واسه همین میگیم کمک کنه. اونم این که ببینید جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک بر مبنای غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی. تو این جنگ معلوم شد این پفه، معلوم شد مثل اینه که هیتلر بیاد مدام به یهودی ها فوش بده، بعد که موقع جنگ شد بگه نه من فعلا واردش نمیشم، میگه حماس خودش حل میکنه، مسئله عرباست، مسئله ملی عرباست. یعنی که میگه امت اسلام و راه قدس از طریق کربلا و مسئله اسلام و یهودیه تو این جنگ موقعی که موقع شد میگه سر شکار طرف، حالا ببخشید لومپنه میشه،
یا یه کار دیگه میکنه. اینم درست موقعی که شده میگه که نه من وارد جنگ نمیشم. من یادمه وقتی تو انقلاب 57 اون موقع مجاهدین هنوز نفوذ داشتن. وقتی ما میرفتیم تظاهرات یه عده میومدن، از اون موقع هنوز کمیته و بسیج تشکیل نشده بود، حزب اللهیای خود به خودی بودن. یه عده جلوشو میافتادن میگفتن به گفته خمینی حزب الله درگیر نمیشه. حالا حزب الله درست کردن چپو بزنه. یه عده میرفتن میگفتن حزب الله درگیر نمیشه. حالا جمهوری اسلامی خودش میگه من درگیر نمیشم. مردم این نیش کنه اینو. هیتلری که بیاد بگه من نمیرم با یهودی‌ها بجنگم، دیگه هیتلر نیست از برداشت. به این معنا من میخوام بگم یه ضربه پایه‌ای میزنه به جمهوری اسلامی. حالا امیدوارم شاهد اوجگیری مجدد انقلاب باشیم، ولی تا اونجایی که به جنگ مربوط میشه اینه. اینو خواستم که توضیح بدم. اینکه گفتید راه حل سه جوره، دیپلماتیک، زوره یا راه حل سوم؟ غزه، خود مردم غزه، دولت اسرائیل بره، دولت اینو بگم. ببینید دولت غزه اسرائیل دو فاکتور. کسی دیگه نیست. بهش میگن زندان روباز جهان دیگه، بزرگترین زندان سرگشاده جهان. صادرات وارداتش رو اون میذاره، پاسپورتش رو نمیتونه صادر کنه، فرودگاه نمیذارن درست کنه، ارتش منظم. دولت نیست. دولت چی؟ دیدید که تو این جنگ یوها همه رو بس، مثل که یک کشور رو داخل انگلیس مثلا درست کنید، یه دولت داشته باشه. دورش دایره انگلیس باشه و وقتی دعوا شد مرزشو ببند. من دیدم یه اسرائیلی، یه طرفدار اسرائیلی، یکی از مقاماتش اومده بود میگفت بله هر دو تو جنگ هر دولتی حق داره که دولت متخاصمشو محدود کنه، محاصره کنه. گوینده با اینکه پرو اسرائیلی بود گفت ولی آخه حماس که دولت نیست که، همه میدونن که نشد دولت. بنابراین قضیه نیست، مردم به درست در علیه اسرائیل هم. یه نکته دیگه هم بگم. یکی میگفت که حرف جالب میزد، میگفت بله حماس نماینده دروغین مردم، اسرائیل قاتل مردم. شما بین قاتل و نماینده دروغینت کدوم انتخاب میکنه؟ ببینید چی میگم؟ یعنی علیه کدوم هستی؟ نمیدید طرفدار قاتل بشی چون این یارو دروغ میگه. میخوام بگم داستان مردم غزه، مثلا مردم فلسطین، مردم فلسطین هنوز به درست خیلی از رسانه ها میگن نوار غزه دولت اشغالی اسرائیل در نوار غزه، دولت اشغالگر اسرائیل در ساحل غربی، چون خود اسرائیل امضا کرده که این دو منطقه باید دولت متساوی الحقوق توش تشکیل بشه. نیست، همشو گرفتی، نه اجازه میدید مسافرت کنه، نه اجازه میدی صادرات وارداتش دست توه، از دریا هم حتی، نه از دریا نه از خشکی، همین الان بستش دیگه. حتی کاروانای کمک سازمان ملل رو اسرائیل زیش مهنزانه نمیرسه به اون. هیچ جنگی که اینجوری نیست، مگه جنگ ایران عراق مثلا اینجوری بوده؟ جنگ اول جهانی یا جنگ دوم جهانی؟ بالاخره هر دولتی با هوادار خودش تو اون جنگ مراودات داشت، اقتصادش رو میگردون. همه سرنوشت مردم اونجا دست اسرائیله، دو فاکتو به طور واقعی، و مردم غزه اینو تجربه کرده. هر دو سال یه بار بمب رفته سراغشون. حالا این بار بیشتر از 10000 نفر کشته. 2021 اینطوری بود، 2014 اینطوری بود، 2009 اینطوری بود. هر بارم به قول طرف نرخ ارزش مثل ریال در مقابل دلاره. حماس موشکایی که حماس چیز زدن میزنن، راکتایی که میزنن، یک صدام کشتاری که تو این همین 15 سال اخیر اسرائیل از مردم غزه کرده نیست، یک دهمش هم نیست. حالا بس سر سرشوالی نیست، جانی جانیه. من تو گفتم هر کسی به اندازه وسع خودش جنایت میکنه. اگه حماس هم امکان داشت الان، اگه بمب اتم داشت دو تا انداخته بود تو تل اویو. حماس هم که از این حرفا نه تعارف نداره با کسی، هر دو جنایتکارن. شما چه 10 نفر بکشید چه 100 نفر، بالاخره محکومت میکنن، حالا یا حبس ابد میدن یا که با اعدام مخالف میمونی که موافقه اعدام میده دیگه، چه یه نفر رو بکشید 100 نفر. بنابراین جانی جانیه، حماس جانیه بدتر از اسرائیل، اسرائیل جانیه بدتر از اون. منتها داستان سر این نیست، داستان اینه که من یه جا دیگه هم اینو گفتم، تو این جنگ اگر حتی یک نفرم کشته نمیشد ضد انسانی ترین جنگ بود. ارزیابی انسانی جنگ یه بحثه، ارزیابی سیاسی اجتماعی یه بحث دیگه است. از نظر سیاسی اجتماعی جنایت در حق بشریت دنیاست این جنگ، حتی اگه یه نفر خور از دماغش نمیمد، یه غیر نظامی. اینو خیلی متوجه نیستن. و یه چیز دیگه هم که متوجه نیستن، خدمات متقابل این دوتا به همه.
که آقا دروی یه سکن این به اون توجیه داده و زمینه اجتماعی داره، فقط لفظی نمیگم. مردم میرن به نتانیاهو رأی میدن چون کشتارای حماس رو میبینن، و برعکس اون میره پشت حماس چون کشتارای اسرائیل رو میبینه. این دوتا همدیگر رو توجیه میکنن، لازم و مجزوم همن. این هم کسی نمیره، کمتر این هم بحث بکنن. به همین خاطر من میخوام بگم این مسئله ای که هر کسی به طرف دولت خودی تو قضیه دولت واقعی اسرائیله و مردم علیه اون هستن. در مورد راه حل ها که گفتی، ببینید یه گفتی سه جوره، دیپلماتیک، زور، یا بحثی که ما داریم راه حل سوم. من اسمش راه حل نمیذارم چون خیلی چیزایی که به نظر مردم عادی مسئله است و دولت ها دارن حل میکنن، برای دولت ها مسئله اصلا اون نیست، مثلا اونم حل نمیخوام بکنم. فکر میکنن دولت مثلا حتی بکران تو فرانسه امرش اینه که رفاه عمومی رو پیش ببره. نه عزیز من، امرش اینه که 1% ها قدرتشون رو حفظ کنن. دولت آمریکا هم همینطور، همه دولت دنیا امرشون طبقه خودشونه، بهش میگن ملت. اسم رمز طبقه من میشه ملت. ملت آمریکا اینو میگه، ملت آمریکا اونو میگه، یعنی که اون آمریکای کورپوریشن بهش میگن، آمریکای سرمایه اینو میگه اونو میگه. من یادم چند وقت پیش یکی از این حالا اسمش یادم نیست، مالتی بیلیاردرهای آمریکایی، بعد از اینکه ترامپ اومد رو کار بحث میکرد، گفت مگه نمیگین جنگ طبقاتی؟ جنگ که طبقاتی شد ما بردیم دیگه، چی میگی؟ رسما به مردم آمریکا گفت مگه نمیگین جنگ طبقاتی؟ من بردم. آگاهن خودشون بهش. بنابراین اینطوری نیست که دولت‌ها گویا به دوره حل مسئله ملت خودشونن. آره، اگه اسم واقعی ملت خودشون یعنی طبقه خودشون، دولت‌ها امر طبقه خودشون رو پیش می‌برن، مدام بپیچونن تو لباس امنیت ملی، منافع ملی، خواست‌های ملی. گویا دولت آمریکا دلش برای مردم آمریکا سوخته. اینو من میگم، دولت جمهوری اسلامی دلش برای مردم ایران سوخته. اینکه اونجا دموکراسی است اینجا دموکراسی نیست فرق دارین نمیده. دیکتاتوری اوریال در خدمت 1%های حاکمه، دیکتاتوری به اصطلاح به قول دوستمون دموکراسی ملی هم در خدمت 1%های حاکمه. بنابراین وقتی میگید راه حل مسئله، که مسئله از دید کی؟ مسئله بورژوازی در مسئله شو حل میکنه دیگه. حمله بوش به عراق، بوش پسر اینطوری نبود که اشتباهی فکر میکرد ابزار چیه کشتار جمعی داره. اینو برای افغانومی گفت، خودش که میدونست، خودش که بیشتر از من و شما نیروهای جاسوسی میدونن صدام حسین هم چیزی نداره. گفتن ریختن. چرا؟ برای اینکه میخواد قدر قدرتی بورژوازی آمریکا رو بعد از جهان به هم ریخته، بعد از جنگ سرد میخشو بکوبه. باید بره یه کشوری رو له کنه که مردم بگن آ یه جاندار داریم. درسته جهان دو قطبی تموم شد، حالا شد یه قطبی، رئیسش هم آمریکاست. اوباما اومد انقدر شکست خورد که گفت میرم صندلی عقب یادتونه، گفت من صندلی عقب میشینم. ولی بوشا خواستن صندلی اولو بگیرن، نتونستن. بحران 2008 پیش اومد، جنبش اشغال پیش اومد، بهار عرب پیش اومد، خاورمیانه به هم ریخت. قرار بود آمریکا تو خاورمیانه بشه خدا، تو بوش پدر فکر میگن. کسایی که به خاطر نفت نمیبینن واقعیتو، نفت سطحیه، به خاطر نفت حمله نمیکنن به جایی. هم جنگ ادامه سیاست نه ادامه اقتصاد، اقتصاد بعدش میاد. بوش پدر حمله کرد، گفت برای اینکه بفهمن که دموکراسی هنوز رهبر دارن. اون موقع ناتو تقلق شد، چوب شاره تموم شده بود دیگه، ناتو تقلق شده بود، کپ قلب به هم ریخته بود. گفت منم میرم میزنم بدون اینکه هنوز هستم ژاندارم دنیا، این دوباره منم و فقط منم، هیچ که دیگه نیست. که فوکویاما رفت گفت پایان تاریخ، یادتونه پایان تاریخ ما بردیم، که به زودی معلوم شد پایان تاریخ چیه، تازه اول جنگ ها و بدبختی هاست. به همین خاطر من میگم که بورژوازی مسئله شو خوب حل میکنه، بلده. بعضی هم میگن جمهوری اسلامی مدیریت نداره، نه فکر کنم خوب مدیریت داره. آخوندها میلیاردر شدن دیگه، اینم همینو میخواد دیگه. یه مافیای اقتصادی 1% ساخته که سرش بیت رهبری امام جمعه ها و دفتر نمیدونم چی چیه، مصادر اموال دفتر امام و چیز مشهد و آستان قدس و غیره و غیره پایه هاشن. خیلی هم خوب داره کارشو میکنه.
بنابراین اشتباهی در کار نیست. از دید مردم توده، مردم کارگر و زحمتکش و مردم عادی میگید، یا از دید یک درصدی یا یک درصدی همین کاری که دارن میکنن درست و درسته. نتانیاهو به کاراش نمیگه اشتباه. آمریکا تو شورای امنیت قدنامه بعد از قدنامه علیه اسرائیل رو وتو کرده. اشتباه نکرده، میدونه داره چی کار میکنه. منطقه اینو به اسم مردم میکنه. و مردم نباید اینو قورت بدن. میگم چه رفتی بندارم؟ خیال میکنی مردم آمریکا دوست داشتن دو تا جنگ، یه جنگ 20 ساله تو افغانستان داشته باشن، دو تا جنگ تو عراق داشته باشن، جنگ ویتنام رو دوست داشتن؟ نه دیگه. منطقه میره میگه منافع ملی دموکراسی در خطر. همین الان گفت یه چند میلیارد دیگه به اسرائیل بدین، این سرمایه‌داری دراز مدت بایدن گفت سرمایه دراز مدت به نفع آمریکا. نه عزیزم، بگو به نفع طبقه من. کی منفع آمریکا اینه که از پول مالیات مردم میلیارد میلیارد بدین به یه نیرویی که میخواد بره 5000 کودک رو از 4 هفته بکشه؟ این منافع مردم آمریکاست؟ این دفاع از دموکراسیه؟ این بحث سر اینه. بنابراین مسئله فرق میکنه. وقتی شما ما میگیم راه حل انسانی، منظور اینه که همین راه حلی که مردم میخواد. و ببینید در تمام طول تاریخ مردم خواهان آزادی، برابری، رفاه بودن. هیچ که نمیخواسته به همسرش زور بگه، هیچ که نمیخواسته یه کسی به خاطر یه نژاد دیگه بکشه، اینطوری که الان دارن میکنن. اینا قابلیت‌های واقعا فاجعه آمیز، قابلیت‌های وحشتناک ناسیونالیسم و مذهب. این دوتا با ناسیونالیسم تو میتونی به خون همسایه تشنه بشی، تو یوگسلاوی اینطوری شد. با مذهب میتونی همه رو بگی کافر، کشتنشون رو مجاز اعلام کنی. الان داره اسلام سیاسی این کارو میکنه. مردم رو ول کنی، همون مردمی که شاید نماز هم میخونن، همون مردمی هم که تو اسرائیل میرن کنار دیوار ندوه سر تکون میدن، نمیخواد خون از دهن از دماغ همسایش بیاد. مردم عادی که نفرت قومی مذهبی ندارن، زیر نفرت قومی مذهبی تفاوت طبقاتیه. یه طبقه حاکمی مذهب و ناسیونالیسم و ابزاری کرده به اسم دفاع از منافع ملت خودم یا مذهب خودم یا قوم خودم یا نژاد خودم، پدر مردم دنیا رو داره در میاره. این مسئله است. در مقابل این مسئله ما میگیم آزادی، برابری، رفاه. در تمام تاریخ مردم دنیا تو انقلابات از دوره اسپارتاکوس تا امروز آزادی میخواستن، رهایی میخواستن، و همیشه کسی که مقابلش وایساده بوده اون اقلیت مفخره حاکم بوده، حالا یا بردهدار بوده یا فئودال بوده یا سرمایه‌دار بوده. این داستان زندگی تاریخ بشریته. و این تاریخ وقتی میشه تاریخ انسان آزاد، همون ارزش‌های جهان شمول که طبقات رو برمی‌اندازه. این امر استراتژیک ما کمونیست هست.